خواهندگان عزیز السلام علیکم. بسیار خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم. مدت درازی نظر به مسئولیت های کاری داشتم، نتونستم به خدمت شما برسم، لیکن بازم خوش آمدید به آشپزخانه نوریا حریف. امروز من غذایی رو در نظر گرفتم که برای شما پخته کنم که بسیاری از دوستا آرزوی پختن از این غذا را کردن. نام از این غذا هست زرده پلاو. به خاطر پخته کردن زرده پلاو ما ضرورت داریم برای برنج گوشت مرغ و یا گوشت گوسفند، دو عدد پیاز، بوره به قدر ضرورت. برای گارنشینگ یا برای مقبول ساختن پلاو خود ما ضرورت داریم برای پستاشو و نتس. همچنان ما ضرورت داریم برای خلال نارنج و نمک، ایل چای و کمک مساله پلاو. در قسمت اول پخته کردن از این غذا، اول ما گوشت گوسفند که گرفتیم خرگوش کردم بگویم تقریبا 3 پوند گوشت گوسفند دارم. ایره و یا مرغ که شما استفاده میکنید میتونین که او را اول یخنی بندازین، بخاطر که ما آب یخنی را با ضرورت داریم که در برنج خود اضافه میکنیم. حالا ما پیازه خود را پخته کردم و اندازه های بسیار خورد. پیازهای ریزه شده را و یا پیازهایی که به اندازه خرد ما قطع کردیم بالای دیگ بخار که در بینش روغن داشتم انداختیم و ماندیم که یک کم ذره گلابی شکل شود، نه به اندازه که پیاز ما بسوزه. مگم خوش دارم که به اندازه گلابی یا کشمشی رنگ داشته باشم. همچنین اینجا ما پناهی را ماندیم با ها که در بین یکیش میخوام که خلال نارنج را جوش بدم و بین دومش میخوام که بوره خود را به قیام برسانم. بعد از اینکه به زرده پلاو ما ضرورت داریم که قیام بوره داشته باشه. پیاز را به حالت خودش میمانیم تا زمانی که پیاز شکل گلابی را به خود بگیره. من خلال نارنج را قبلا ششتیم و آماده کردیم. حالا میخوام به آب اضافه کنم و باید برای شما بگویم که خلال نارنج را باید ما تقریبا 7 بار یا 6 بار جوش بدیم تا مو تلخی که در داخل خلال نارنج وجود داره در سر جوش دادن و صاف کردن خوابش خلال امو تلخی نارنج از بین میره. و همچنان به فن دیگه که هاب به جوش هسته، من میتونم کمی یک پیاله بوره را که من به خاطر ازید نظر گرفتیم مندازم تا بوره هم به قیام برسه. اوکی، نارنج ما در بار اولش یعنی مرتبه اولش به جوش آمده و حالا من میخوام که آب زیر صاف کنم و آب دیگه بهش علاوه بکنم. البته من کمک آب یخ بالای زیر علاوه میکنم بخاطر که نمیخوام که بشکنه، یعنی از موبایل درست شود. بعدا آب دیگه میندازم و میمانمش که یک سر دیگه جوش بخوره. پیاز ما شکل گلابی شکل به خود گرفت. من گوشت را سرش علاوه میکنم. البته گوشت را قبلا مشخصو کردیم. که دوستان عزیز، من نارنج تقریبا در حدود 4 بار جوش دادم و اوش صاف کردم و این دفعه آخر است که ما جوش دادیم. اوش ماندم که صاف شد، حالا ماندیم که باز به قیام بوره خود بندازم. و این هم گوشت یخنیم است که ما یخنی کردم، اینجا گوشتش نرم شده و ماندیمش که تا ما پلاو خود دم کنم. باز زیر گوشت و دلای پلاو خود میزنم و از اوش برای رنگ پلاو استفاده میکنم. او برنج به حالت جوش خوردن است و ما کمک نمک به اضافه میکنم و خاطر که میخوایم که طعم برنج نمکی شود. و همچنان اینجا ما قیام بوری خودم ماندیم، هنوز به قیام نرسیدم
قول میخوام که برنجا ده سبزی لا دوستان عزیز برنجی که ما در نظر گرفتیم البته مقدارش 1.5 کیلو است برای 6 نفر فامیل بیتی کفایت میکنه و ما این داخل آن مندازم تا ای که نم شود بالای نارنج خلال نارنج که ما دقیقا انداختم حالا یک کمک ایل میده شده را اضافه میکنم حالا برنجی که صاف کردم یعنی دانش نرم شده ایرا ما میخوایم که تقریبا 3.5 اسش در ای دیگ بندازم و یک سی دیگش علایده میکنم بخاطر زرده سوپ باقی مانده یا یخنی باقی مانده که دارم میخوام که به سر برنج خود علاوه کنم به خاطر که نمیخوام نظر درش بیاد و به سر زی پلاو خود ما زیره مساله پلاو که از زیره ایل کلان، ایل چای، سیدانه و میخه تیار کردیم میندازم دوستان عزیز قسمت دیگه برنج است که ما به خاطر زرده تیار کردیم و ما آب زرده که تیار کردیم ای از رنگ زعفران و رنگ دیگ یا رنگ شیرین است و این رنگ به هر حال رنگ زیادتر کمتر به شما علاقه مند هستیم میتونین اضافه کنین رنگ رو پیستر بسازین یا کم رنگ بسازین و مربوط به خودتان میشه ما این بالای برنج خود میندازم و همچنان نارنجی که ما خلال نارنجی که دقیقا بوره ما انداختیمش برای یک چند دقیقه موندیمش ایران ما بالای از این برنج اضافه میکنم و از این شربت را که از قیام بوره جورش کردیم این را هم بالا از این برنج خود اضافه میکنم تا که برنج ما شیرین شود
میکنم ای به خاطر نمودش است. من میخوام که در بالای زی بغل برنج بانم وقتی که من پلاو میکشم باز یارا من علایده علایده در سر پلاو میکشم. میخوایم که بدن بانیم که دوستان عزیز به خاطر که زرده ما هیچ روغن نداره و میخوایم یکمک روغن بالای اضافه کنم تا که خوبتر و مزه‌دارتر شود. حالا من سرپوش دیگه بالایش میمانم و این تقریبا برای در حدود 15 دقیقه یا 20 دقیقه برای دم میگذارم و بعد از او آماده صرف میشه و همچنان اینجا پلاو ما ماندیم برای دم دادن و انشالله در حدود 20 دقیقه آماده میشه و بعد از اون برای شما نشان میدم. دوستان عزیز پلاو ما تقریبا تمام آماده شده، حالا وقتی است که من میکشمش در بوری. باشته که دو بزنش فاندیم او را اول باید یک طرف کنیم. دوستان عزیز زرده پلاو آماده صرف است و اگر از زرده تان اضافه میمانه شما میتونید لقم دیزرت امرای چای سوپ و یا چای دیگر استفاده کنید و امیدوار استم که این ریسیپی را که من به شما تیار کردم خوشتان آمده باشم.